تنها چند برگ سیاه از کارنامه حکومت ولایت فقیه. آمارها سخن میگویند. گرانی دم به دم افزایش یافته است. رشد نقدینگی رو شما آمارها رو دنبال بکنیم از سال 80 و سال 84 زمان شروع دولت نهم تا سال 91 الان رشد نقدینگی به 450 هزار میلیارد رسیده. 60 هزار در مقایسه با 450 هزار میشه چند برابر؟ بیش از به 7 برابره. اصلا در هیچ دوره این رشد نقدینگی رو نداشتیم و یکی از علل افزایش نرخ تورم. طبقه متوسط ایران از بین رفته است. جامعه ایران 100، فرودستان 90%، فرادستان 10%. روزنامه حکومتی ابتکار 11/7/1391. جامعه با شکافی فاحش میان یک اقلیت 10% و یک اکثریت 90% دوپاره شده است. در یک سوی اقلیت 10% فرادست قرار دارد که سرحالتر از قبل در حال تبدیل سرمایه ها به دلار و طلا است. در سوی دیگر هم طبقه ضعیف و فرودست متشکل از 90% افراد جامعه حضور دارند که مداخل و مخارج آنان هیچ سنخیتی با هم ندارند. بیکاران در جامعه ایران پیاپی افزایش یافتند. کواکبیان، یکی از نمایندگان مجلس ارتجا، در 25 اردیبهشت گفت 11 میلیون بیکار تحصیل کرده در کشور وجود دارد، یعنی بیش از 40% جامعه بیکارند. سرمایه های مردم به غارت رفته است. خبرگزاری حکومتی مهر 7 اردیبهشت 1392. هاشمی رفسنجانی به بدهی 950 هزار میلیارد تومانی اعتراف کرد و گفت همکنون دولت به مردم 500 هزار میلیارد تومان بدهکار است. همچنین 200 هزار میلیارد تومان به بانک ها، 50 هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و 200 میلیارد هم حقوق عقب افتاده بنگاه ها و پیمانکاران است. بدهی دولت به بانک ها مرداد 1384 3174 میلیارد تومان، آذر 1391 200 هزار میلیارد تومان، نسبت افزایش 64 برابر. سرمایه های مردم خرج چه چیز شده است؟ علل این افزایش بدهی دولت به بانک ها مداخله های تسلیحاتی در منطقه، ارسال سلاح برای سوریه و حزب الله، هزینه های تروریستی در عراق و هزینه های ساخت بمب اتمی است. مردم ایران اجاره نشین شده اند. آمار اتحادیه کشوری مشاوران املاک، آمار مقایسه‌ای قراردادهای اجاره مسکن در کشور سال 1389 300 هزار قرارداد، سال 1390 350 هزار قرارداد، سال 1391 547 هزار قرارداد، نسبت افزایش در یک سال بیش از 56%.
علت اجاره نشینی مردم این است که قدرت خرید خانه توسط مردم پایین آمده است. این تنها یک برگ کوچک از کارنامه سیاه اقتصادی حکومتی است که با سرقت حاکمیت مردم روی کار آمد. برای شستن این برگ سیاه از تاریخ ایران باید همان حاکمیت را از چنگال این سارقان سیاه کار نجات داد.